ترانزیستور به جای مقاومت استفاده می شود. یعنی اگر همچین مداری داشتیم، یه مقاومت کالکتر ترانزیستورمون ورودیمون اینم قوی اوت گفتیم برای ولتاژ میشه جی ام آر سی. اینو خود پایین بکشم، ای وی میشد یا منفی جی ام آر سی. سلام علیکم، ولتاژ دی سی خروجی چی میشد؟ وی او دی سی. خب این که 0.2 نیاز داشت، 0.2 تقریبا دیگه، پس این تا 0.2 میتونه بیاد پایین، تا 0.2. اینم تا وی سی سی میتونه بره بالا، جریان مقاومت کم و زیاد میشه وی سی سی. وی او دی سی میشه چی؟ خب میشه وی سی سی منهای آر سی آی سی. منطقه ما میومدیم فرض میکنیم مثلا آی سی مون، حالا اگر فرض کنیم بذار اینجوری بنویسیم، در واقع وی سی سی منهای این 0.2 منهای وی کالکتر امیتر سچوریت تقسیم بر 2 و علاوه دوباره وی کالکتر امیتر. این میشه وی او دی سی وسطش دیگه، برای اینکه سوینگ متقارن باشه. جهت سوینگ متقارن منتها حالا ویه خب برای ولتاژ رو بخوایم افزایش بدیم، ای وی رو بخوایم، سلام علیکم، بخوایم افزایش بدیم چیکار میتونیم بکنیم؟ خب جی ام آر سی رو باید افزایش بدیم دیگه. بیاییم بگیم جی ام رو مثلا افزایش بدیم، جی ام مساوی است با آی سی بر وی تی، یا آر سی رو باید افزایش بدیم. درسته؟ دو راه بیشتر نداریم، فرق نمی کنه، هر کدوم رو افزایش بدیم باعث میشه نقطه در واقع سطح دی سی خروجیمون به هم بخوره، چون این چه ولتاژی روش هست؟ آر سی آی سی دیگه، آر سی آی سی. پس هر کدام تغییر کند وی او دی سی تغییر کرده و سوینگ متقارن نیست دیگه، نخواهد بود. نمی‌بینیم جهت افزایش بهره ولتاژ. خب برای این، برای حل این مشکل می اومدیم ترانزیستور استفاده می کردیم. سلام علیکم، حل مشکل استفاده از ترانزیستور. خب بالا رو می تونیم، سلام علیکم، ترانزیستور می زشتیم بایستش می کردیم، پایینم همون ترانزیستور، اینم ویه اینه، اینم ویه اوت. خب الان این بالا 0.2، سلام علیکم، پایینم 0.2، مینیمومش دیگه. ویه اوی دی سی میشه چی؟ وسط این دیگه هرچی هست میشه وی سی سی 0.2. این اگر وی سی سی باشه
وی او ال دی سی مون وی او ال دی سی چه وی سی سی دوم سوینگ متقارنه، مقاومتی نداریم بگیم کم و زیادش میکنیم، این به هم میخوره، این همیشه ثابته، باید ثابت نگهش داریم. یعنی اینجا مقاومت بهره ولتاژ هم خب ای وی هم میشه منفی جی ام یک، این اگر کیو یک باشه یک، این هم دو آر او یک، آر او یک موازی آر او دو، اینا هم خیلی بزرگن. آر او یادتونه دیگه، آر او میشد، آر او میشد ولتاژ الی تقسیم بر وی ای بود، خیلی بزرگه. یعنی هم بهره رو زیاد کردیم، هم مشکل تغییر سوینگ یا کاهش سوینگ رو حل کرد. این هم از یه نکته‌ای برای جلسه قبل که داشتیم درس میدادیم. سوالی چیزی اگر دارید بپرسید از من. خب میرم سراغ درس خودم. ببینم برای کلاس هفته قبل چی درس دادم. آها یه خلاصه از مقاومت ها رو بگم اول. خب این مدار هم آینه جریان اسکوت، مقاومت حداقل تا پایان منابع جریان براتون میاد امتحان، حواستون باشه. خب این کیو یک، کیو دو، کیو سه، کیو چهار، این هم فرض کنید منبع جریان باشه دی سی، آیه دی سی. گفتیم مقاومتی که از اینجا میبینیم تقریبا اگر همه ترانزیستور یکسان باشن، بیم کیو ها یکسان، این میشد بتا آر او دوم. حالا اینطوری میتونید حساب کنید، من حل نمی کنم، فقط با همون روشی که قبلا میرفتیم یه خورده خلاصش میتونید بکنید، حل کردنش حوصله میخواد. خب از اینجا یک بار جی ام میبینیم دیگه، از این گره، گره این بیس و کالکترش به هم وصله، یک بار جی ام چیه کیو یک، یک بار جی ام یک، از اینجا هم بیس کالکترش به هم وصله، یک بر جی ام میبینیم، اونم مدار باز میشه چون دی سیه، اینم مدار باز، یک بر جی ام سه، کیو دو، کیو چهار. حالا اگر دوست داشتید از اینجا آر او رو حساب میکنیم که میشه همین. این مقاومت رو حالا در نظر بگیریم، حفظ کردنش سخت نیست، یه همچین مداری پس داشتیم. اینم که جلسه قبل حساب کردیم، گفتیم اگر توی بیس مقاومت داشته باشیم، توی امیتر هم مقاومت داشته باشیم، آره ای، توی بیس هم مقاومت داشته باشیم، اسم آره بی، آره او رو هم در نظر بگیریم، این آره اوت میشه چی؟ گفتیم آره اوت تقریبا میشد آره او ترانزیستوره داریم، اشتباه ننویسم،
یک به علاوه جی ام آر ای به علاوه جی ام آر بی به تاوم تقسیم بدم. دوباره همون تقسیم بتاش بکنم. آره این دفعه همشون تقسیم بتا. یک به علاوه جی ام آر ای به تاوم به علاوه جی ام آر بی به تاوم. درست نوشتم؟ درست. خب حالا اگر از اثر عربی صرف نظر کنیم، چون میدونید که عربی توی بیسه، اثرش توی امیتر تقسیم بتا میشه دیگه، اینم همین اتفاق افتاده. اگه فرض کنیم در واقع بگیم با فرض فرض کنیم جی ام آر ای تقسیم بر بتا، بتا مثلا 100، این خیلی کوچکتر از عدد یک باشه و همچنین جی ام آر بی تقسیم بر بتا، این هم خیلی کوچکتر از عدد یک باشه، اون وقت اون رابطه رو میتونیم ساده کنیم. از این در مقابل یک میتونیم صرف نظر کنیم دیگه، خیلی کوچیکتر از یک باشن این دوتا، از در مقابل یک صرف نظر میشه. این بالایی هم در مقابل یک صرف نظر میشه، چون فرض کنیم خیلی کوچیک باشه. ببینیم خب رابطه چطوری ساده میشه. آر اوت این تقریبا مساوی است با آر او کوچیک تقسیم بده، مخرج که یک، صورت هم یک به علاوه جی ام آر ای. ساده شد به همون چیزی که قبلا داشتیم. خب جی ام آر ای هم داریم اینجوری بنویسیم. جی ام آر ای هم فرض کنیم خیلی بزرگتر از یک باشه، پس آر اوت تقریبا مساوی است با آر او جی ام آر ای. شد همون مقاومتی که برای مدار قبلا حساب کرده بودیم. الان نشونتون اینو زیاد ما ازش استفاده کردیم دیگه، اونی که تو بیس چیزی نداشتیم، فقط یه آر ای داشتیم. بابا پشه ازیتمون میکنه. یه لحظه ببینم میکشم اینو. معذرت. خب اینم همونه، این آر ای از اینجا مقاومت رو حساب میکردیم، میگفتیم تقریبا میشه جی ام آر او آر ای، یعنی دقیقا همون. اگر از آر بی صرف نظر کنیم همون میشه. حالا بیایم، میخوام شبیهم کلاس قبل براتون درس بدم. حالا بیایم همون مدار قبلی رو، یعنی همین اینو اثر عربی رو بیاریم تو امیتر، ببینیم جواب میده هنوزم همون چیزی که بود به دست میاد. اینجوری بکشم که مشخص باشه این از کجا داره میاد. با در نظر گرفتن اثر عربی در امیتر یعنی چی؟ یعنی مقاومت و عربی رو حذف کنیم. البته این روش صحیح نیست، ولی خب میخوایم ببینیم چه اتفاقی میفته. عربی به تاوم و آره ای هم داریم، آره ای هم اینجا داریم. خب
مقاومت اینو اگر بخوایم حساب کنیم، آره اوکی، مساوی چند؟ مقاومت اینو حساب کنیم، آره او میگفتیم تقریبا میشه آره او در یک به علاوه جی ام در آره ای، مقاومتی که توی امیتر هست یکی آره ای به علاوه آره بی به تا او. درسته میشد این؟ خب این دقیقا صورت، بذار ساده ترش کنم، آره اوت تقریبا میشه مخرج یک آره او زب داره یک به علاوه جی ام آره ای به علاوه جی ام آره بی به تاو. درسته این دقیقا صورت همین رابطه است. حالا مخرجش یکه، از این دوتاش صرف نظر شده. اگر اینا رو هم فرض کنیم هستن، خیلی کوچیکتر از گفتیم، خیلی کوچیکتر از یکن دیگه صرف نظر کردیم. در واقع اگر ما مقاومت بیس رو یا اثرش تو امیتر بیاریم و محاسبه کنیم، انگار از اول از مخرج صرف نظر کردیم، ولی خب در اصل صحیحش اینه که باشه. من فقط خواستم ببینید که اتفاقی میفته. یک به علاوه، پس اینا رو هم میتونید بنویسید به صورت یه خورده نامری به علاوه یم آره بی به تا صورت میگیم به صورت پیشفرض صرف نظر شده بودند. پس میبینیم که محاسبه این مقاومت ها خیلی چیز عجیبی نیستن، تقریبا شبیه هم دیگه. یعنی بلد نیستیم تو این چیز بنویسیم فارس، یعنی همون چیزی که فرض کرده بودیم جی ام آر ای به تاوم خیلی بزرگتر از یک و جی ام آر ای آر بی به تاوم هم عوض میخوام خیلی کوچکتر از یک، همین خیلی کوچکتر از یک. با این فرض میشه گفت که این و این تقریبا، این مدار تقریبا یه عدد بهمون میده. از این استفاده میکنیم، به این خاطر گفتم در بارش صحبت کنم. یه چی رو باید درس بدم؟ خیلی خوب، میریم سراغ این تقویت کنم. تقویت کننده ایه که در واقع بار فعالش عین جریان کسکوت هست. اینا تغذیه باشن. ترانزیستور ورودیمون یه مقاومت هم توی امیتر گذاشته، سیگنال ورودی هم اینجاست، یعنی زمین. این هم میتونیم با یه مقاومت بسازیم، مثلا اسمشو بذاریم R B یا هرچی، Q1 Q2 Q3 4 5.
الان حساب کردیم، گفتیم که خروجی هم بکشم بیه اوت، گفتیم که مقاومتی که از آینه جریان کسکود میبینیم چیه، به تقریبا بتا، تقریبا بتا آر او دوم. مقاومتی که از اینجا میبینیم چیه؟ تقریبا یک به علاوه جی ام یک، اگر فرض کنیم آر او ها یکسان باشن، ترانزیستور ها بذار بنویسم با فرض کیو یک مساوی کیو دو مساوی کیو سه مساوی کیو چهار مساوی کیو پنج، جی ام آر ای ضرب در آر او، تقریبا می گفتیم همون جی ام یک آر ای در آر او. خب تار ولتاژش هم مشخصه دیگه، برم بر ولتاژش رو حساب کنم. ای وی مدار کسکود امیتر مشترک، ورودی بیس، خروجی کالکتر منفی، علامت منفی، مقاومتی که توی خروجی داریم که میشه موازی این دوتا، بتا آر او دوم موازی جی ام یک، بی یک نمیخواد، یک گفتیم ترانزیستور یکی باشن، جی ام آر ای، جی ام آر ای آر او، این مقاومتی که توی کالکتر داریم، مقاومتی که توی امیتر داریم، امیتر ترانزیستور ورودی، یکی خب آر ای و علاوه یک بر جی ام، جی ام یک، حالا اسمشو بذاریم چون کیو یک. خب میتونیم اینو به این صورت بنویسیم، مخرج از در واقع جی ام یک مخرج مشترک به عبارتی بگیریم بی ای مساوی است منفی بتا آر او دوم موازی جی ام آر ای آر او جی ام یک آر ای جی ام یک به علاوه یک. خب اینم میشه منفی جی ام یک، اسم اینو بذاریم آر او، همون که قبلا گذاشتیم، تقسیم بر یک به علاوه جی ام آر ای، درسته؟ شده بود. خب میبینید دیگه از این مقاومت آر ای، درسته مقاومت خروجیمون افزایش داده، اگر نبود این مقاومتی که از کالکتر کیو یک میدیدیم میشوند همون آر او، ولی حالا که هست مقاومت خروجی خیلی زیاد شده، ضرب جی ام آر ای شده، ولی بدیش اینه که یه اثری توی مخرج بر ولتاژمون ایجاد کرده، این که بهره رو کاهش میده شدیدن، بهره ولتاژ کاهش میابه. چرا؟ چرا کم میشه؟ چون بخشی از ولتاژ ورودی، چون ولتاژ ورودی روی بیس امیتر و بیس امیتر و آر ای تقسیم میشه.
خب یه بخشیش رو بیس امیتر می بخش رو آر ای و کلش رو بیس امیتر که قرار بود برای ما تقویت کنه نمیفته، طبیعتا بهره ولتاژ کاهش پیدا میکنه با وجود افزایش معامد خروجی بهره ولتاژ کاهش پیدا کرد. خب بریم سراغ یه مقداری در مورد سوینگش هم صحبت کنیم ببینیم سوینگش مشکلی نداره. خب اگر جریان بذار جریان رو به دست بیاریم، اولا بگیم جریان این مدار چطوری به دست میاد. خب از اینجا یک KVL بزنیم جریان راحت به دست میاد. KVL KVL اسم این ولتاژ خب VCC باشه، بگیم VCC منهای وی بیس امیتر، دوباره میاد منهای وی بیس امیتر تقسیم آر بی، منهای دو تا وی بیس امیتر اینا هم گفتیم یکسان باشن تقسیم بر آر بی میشه چی؟ آی بی. اینو اسمشو بذاریم آی بی. ترانزیستور یکسانن، این جریان این سمت هم چون آینه جریانه دیگه گفتیم آینه جریان اون سمت آینه میکنه روی این سمت، این هم جریان این هم میشه همون آی. جریان هم اینجوری به دست میاری، جریان که به دست بیاری جی ام او اینا همه به دست میاری. تو از لحاظ سوینگ ببینیم وضعش چطوره این مدار. خب اینجا یه دو دهم میخواد حداقل، اینم دو دهم حداقل. خب جا نموندیم بسن اینم خودش یه دو دهم میخواد، این چقدر میخواد؟ این آر ای آی بی رو میخواد. اگر فرزن یه میلی آمپر باشه، اینم آر ای هم خودش یک کیلو باشه، یه ولت مصرف میکنه. برم پایین بکشم وی او دی سی اگر اینجا باشه، این تا کجا میتونه بره پایین؟ آر ای آی بی و علاوه با آی بیس اشتباه نگیرید اسم دیگه روش بذارم. اسمشو بذاریم آر ای. پس این تا آر ای آی ای به علاوه بیه کالکتر امیتر کیو یک میتونه بیاد پایین، از بالا هم تا کجا؟ تا وی سی سی منهای دو تا وی کالکتر امیتر. این هم میشه سوینگ. حالا این وی او دی سی باید وسط این دوتا مقدار باشه، بستگی به اینکه آر ای آی ای چقدر باشه. این هم که بگیم وسط. پس میبینید که سوینگش خیلی جالب نیست، از بالا خوبه آن دوتا وی کالکتر امیتر چارده هم فقط کم میشه، ولی از پایین یه وی کالکتر امیتر به علاوه یه آر ای آی ای که این مثلا حدود یک کیلو باشه، اگر فرزن آر ای آی ای تقریبا یک ولت باشد، سوینگ خراب می شود، خراب شده است. برای حل آن از کد استفاده می کنیم.
برای حلش این مشکل میام از مدار کس کد استفاده میکنم. بریم مدار کس کد رو ببندیم، در واقع همون مدار از بالا. آرائیه رو باید حذف کنیم. اینا که سر جاشونن. یه ترانزیستور اینجا اضافه میشه، این وی بایاس وصل میشه، ترانزیستور اصلیمون میشه این پایین. در واقع کسکود کردیم وی این. یعنی که همون مقاومت خودش رو دارم. بگیم Q1 Q2 BO Q3 Q4 Q5 و Q6. حالا سوینگمون بهتر شد. این دو دهم یک کالکتر امیتر سچوریت تقریبا دو دهم. اینم تقریبا همون دو دهمه. اینم همشون دو دهم هم دیگه با فرض ما. عذر میخوام یه جایی رو من اشتباه گفتم. این دو دهم نیست، اون بالا. پاکش کنم. دقت نکردم. این برابر است با این ویه کالکتر امیتره سچوریت. مدار قبلی هم اشتباه گفتم. این برابر ویه بیس امیتره. چرا؟ چون اینجا دو تا ویه بیس امیتره. درسته؟ VCC اینجاست. یه ویه بیس امیتر ازش کم میشه. اینم یه ویه بیس امیتر ازش کم میشه. این رو اصلاح کنم. در واقع میشه VCC منهای دو تا وی بیس امیتر. خب یکیش اینجا کم میشه دیگه، یکیش اینجا کم شه، اینجا میشه چی؟ میشه VCC منهای وی بیس امیتر. یعنی پس این میشه تقریبا وی بیس امیتر Q5 مثلا Q5 و 4 که تقریبا بگیم 8 دهم باشه. این نکته رو من دقت نکردم. همینطور تو مدار بالا هم همین مشکل بود. اینجا ببینم رعایت کردم. حالا رعایت شده. این چیه؟ ننوشتم کلپسون. خیلی میام پس اصلاح کنم. این بنویسم بیه بیس امیتر 4 تقریبا مساوی 8 دهم. و این پایینم را به اصلاح کنم. من VCC منهای وی کالکتری منهای وی بیس امیتر. دیگه چیزی نداره که. ولی این مشکل نداره چون دستی بایستش کردیم دیگه. وقتی دستی بایست میکنیم دیگه این دو دهمه دیگه، مشکلی نداره. ولی اینجا چون مدار آینه جریان کسکوت بود و این بیس کالکترش به هم وصله، خب چاره ای نیست. اینجا VCC منهای دو تا وی بیس امیتر خواهد بود برای اینکه ترانزیستور روشن شد. حالا یکیش کم شه، اینجا چه مقداری میمونه؟ VCC منهای وی بیس امیتر. پس این ترانزیستور Q4 همیشه و
ولتاژ کالکتر امیترش برابر یه وی بیس امیتر هست، ولی این کیو سریوم مشکل رو نداره. پس اینجا وی او دی سی وی او سی تا کجا میتونه بره بالا؟ از اینجا تا بی همون بی سی سی من های وی بیس امیتر من های وی کالکتر امیتر سچوریت یا اشفا، ولی از پایین بیشتر میتونه بیاد پایین. در واقع وی کالکتر امیتر سچوریت یک به علاوه وی کالکتر امیتر سچوریت دو. پس ما وی او دی سی رو طوری باید طراحی کنیم یا تنظیم کنیم، وی او دی سی طوری، حالا تو بخش فیدبک میگیم چطوری تنظیم شود، که وی او دی سی وسط باشد تا سوینگ ماکسیموم بشه، متقارن بشه. هم میشه گفت ماکسیموم و متقارن. ماکسیموم و متقارن. اینم از در واقع اصلاح هم مقاومت خروجی و هم سوینگ. بهره ولتاژ هم پس حالا چی شد؟ بهره ولتاژ هم اصلاح شد. بهره ولتاژ تقریبا میشه منفی. مقاومت توی کالکتر داریم که چه چی از سمت بالا همون بتا آر او دوم موازیه، از سمت پایین میشد جی ام دو آر او دو در آر او یک، یه آر این نداریم آر او یک. تقسیم مقاومتی که از امیتر کیو یک میبینیم یک بر جی ام یک، پس این میشه منفی جی ام یک در آر اوپت. یه اون مخرجی که باعث کاهش مقاومت بر ولتاژ میشود، یعنی این جی ام آر ای مخرج حذف شد. بهره ولتاژ زیاد شد. سوالی ندارید؟ اینم از نقطه ای که تو کس کلا. حالا بریم یه مثال یک عدد بهش بدیم. همین عددا رو من بنویسم. در واقع فرض کنیم ISC ساویه 1 میلی آمپر. باقیش چی بود؟ GM اینجا بریم مثال. GM هم فرض کنیم به همون داده 40 میلی آمپر بر ولت ولتاژ ارلیه این پی و این جفتش 100 ولت باشه. بتا هم نیازه بتا هم 100 باشه. حالا بریم بهره ولتاژ حساب کنیم. خب گفته آر او، آر او میشد چی؟ ولتاژ ارلی تقسیم بر پای سی، 100 ولت تقسیم بر 1 میلی آمپر میشه 100 کیلو. این از آر اومون. دیگه چی رو باید به دست بیاریم؟ حالا مقاومت خروجی رو به دست بیاریم. بتا آر او دوم مساوی 100 تقسیم بر 2 ضرب داره 100 کیلو میشه 50 ضرب داریم 5 مگا. 5 مگا او شد این. و جی ام و
و همچنین GM2 RO2 RO1 چون ترانزیستور ها یکسانن میشه چی؟ 40 میلی آمپر بر ولت در 100 کیلو توان 2 اگر اشتباه حساب نکرده باشم اینجا شده 40 مگا اوم 40 مگا اوم. این دوتا رو موازی کنیم بگیم که آره او تالا ساوی است با بتا آره او دوم موازیه جی ام آره او به توان 2 تقریبا میشه 4.4 مگا اوم. میشه مقاومت خوب دیم و جی ام هم داریم دیگه برای ولتاژ میشه چی؟ حالا ای وی مساوی است منفی 40 میلی آمپر بر ولت ضرب در 4.4 مگا اوم مساوی است با 176,000 اگر درست حساب کرده باشم منفی 176,000 خب 176,000 برابر خیلی بر ولتاژ زیادیه دیگه یعنی سیگنال ورودی رو اینقدر افزایش میده اینقدر چند برابرش میکنه مثلا اینم از یه مثال عددی بریم سراغ در واقع به کارگیری هرچند قبلا یه مختصری دربارش صحبت کردیم آینه جریان تو عنوان بار فعال تو تقویت کننده تفاضلی ساده در واقع به کارگیری آینه جریان ها در بیت های تفاضل بذار یه مدار بکشم همون یه تفاضل شاید جا نباشه ولی خب شاید جا میگیره صفحه بعد به آینه جریان ENP تو بالا داره وقتی میم آینه جریان حتما یه سمت مدار که خروجی نیست اون سمت اتصالش DOD هست اینم ورودی تفاضلیمون باشه مثبت مثبت منفی ننویسیم وی دیفرنشیال دوم نصفش این سمت و این سمت هم در واقع منفیه وی آیدی دوم نصفش هم این سمت امیترامون به هم وصلن اینجا خروجیه وی اوت این Q1 Q2 Q3 Q4 برای اینکه مقاومت رو حالت مشترک نویز حالت مشترک تضعیف شه اینجا یه منبع جریانی میخواییم که مقاومتش خیلی بزرگ باشه به بی‌نهایت نزدیک باشه خب از همین من به جریان کسکوده استفاده میکنیم که دیدیم مقاومت خروجیش یعنی چیزی که از اینجا میدیدیم چی بود؟ بتا RO دوم مقاومت زیادی بود RO تقسیم بر 2 ضرب در 100 میشد مثلا بذار از این من به جریان استفاده کنیم ما مقاومت بزرگ میخوایم
به جریانی که داشتید این یه مدلشه دیگه، یه نمونهشی. این با یه مقاومت فرض کنیم به VCC بس شد تقضیم. خب بگیم Q5 Q6 Q7 و Q8 اینم RD باشه مثلا. خب اولا جریان مدار رو میتونیم به دست بیاریم از اینجا، یک کیویل اگر بزنیم قبلا حساب کردیم، کیویل گفتیم جریانی که از اینجا میگذره اسمشو بذاریم IEE. من به جریان هست، ترانزیستور یکسان هستن، این هم همون IEE میشه. IEE سابیس با VCC منهای دو تا وی فیس امیتر تقسیم بده چی؟ RB. این جریانتون حالا تو مدار RB رو داده بود داده، اگر نداده بود خب شما میخوایی طراحی کنی چه جریانی، میخوایی RB رو تنظیم میکنی، جریانت به دست میاد. VCC مشخصه، وی فیس امیتر هم مقدارش مشخصه، صورت سوال یا خودت فرض میکنی یا سوال بهت. این از آیه بی که به دست بیاد، خب دیگه حل کردن سوال راحته. بیتا آر او هم به دست بیاد. بیتا دوم آر او هم میشه چی؟ بیتا دوم آر او هم میشد ولتاژ ارلی تقسیم بده چی؟ بیه بی. نه باز میخوام آیه سی. منم جای دیگه این اشتباه رو، این اشتباه تایپی رو داشتم نبوده، نه این که درسته. آره خیلی خوب، نه هم به دست می. حالا بریم سراغ حل کردن این در واقع مدار به روش های مختلف. آها این محترم بگیم که ما قبلا گفتیم نصف ورودی اینجاست، نصف ورودی اینه. این هم پس میتونید اسمشو بذارید V1 و V2. ما چیو میخواییم؟ VOUT تقسیم بده V1 منهای V2 تفاضل ورودی ها. در واقع میشه یه اوت تقسیم بره یه آیه دیفرنسیال بودی تفاصلی میشه بهره ای بی میشه این هم برای ولتاژ رو به دست بیاریم. بریم نیم مدار تفاضلی رو رسم کنیم. نیم مدار تفاضلی، نیم مدار تفاضلی این میشه چی؟ گفتیم گره پی ترانزیستور یکسانن، زمین مجازی هست تو مود تفاضلی. نیم مدارش رو رسم کن. پس در واقع اگر Q2 بود امیترش زمینه، اینم چیه؟ VID باشه، از بالا هم خب یه ترانزیستور داریم، اینم حالا اسمش رو بذاریم VB، اینم VO. پس این میشون نیم مدار. Q4 این این مدار تفاضلی.
برای ولتاژ میشه چی؟ و داره میتر مشترکه. بار خروجی منم یه آره او چاره. ای وی سرعت منفی. مقاومت توی کالکتر. آره او دو موازی آره او چهار. آره او دو موازی آره او چهار. تقسیم مقاومتی که توی امیتر. امیتر ترانزیستور ورودی مون داریم. که یک بر جی ام دو هست. یک بر جی ام دو. چه منفیه. جی ام دو. آر او دو موازی آر او چهار. این از بر برده میشه صورت نیم مدار. بریم از رو اون مدل مفهومی هم حساب کنیم. همونجوری بود رو شکل حساب میکردیم. مدار کامل رو میخوام حساب کنم، نه نسل مدار. مدار کامل رو در واقع صورت مفهومی حساب کنم. این VCC چرا اینجوری خب امیتر که گفتیم زمین مجازیه. مود تفاضل. این چیه؟ VID دوم. اینم منفی VID دوم. اینم که زمینه. Q1 Q2 Q3 Q4. اینم چیه؟ VOUT. درسته. برای محاسبه خروجی ولتاژ خروجی میشه چی؟ این ولتاژ خروجی میشه اگر یه جریان اینجوری رو به بالا بره یا مدک، فرق نمیکنه چون تفاضلی هست. اینو بگیم آیه مثلا Q2 مود سیگنال کوچیک دارم صحبت میکنم. آیه Q4 از وی اوت میشه منفیه. دو تا جریانه آیه Q2 به علاوه آیه Q4 در داره آر اوت دیگه. آر او دو موازی آر او چهار. اینا مود سیگنال کوچیکن. جریان های سیگنال چک مد نظر است. برای ولتاژ رو میتونیم اینجوری به دست بیاریم. اسم این گره رو بذاریم Vx. اینم که زمین مجازیه. جفت امیتر را کافی جریان رو به دست بیاریم. خب برای ولتاژ از Vid دوم تا Vx رو اول باید حساب کنیم. میشه چی؟ مقاومتی که از اینجا میبینیم چیه؟ اتصال دیودیه. یک بر GMS. درسته؟ خب از Q1 تا خروج تا VX میشه چی؟ یعنی VX تقسیم بده VID دوم میشه منفی. امیتر مشترکه دیگه. امیترش زمین منفیه. مقاومتی که توی کالکتر داریم RO1. RO1 موازی چی؟ RO3. RO3 موازی یک بر GM3 هم داریم. یک بر GM3 که از این هم ما صرف نظر میکنیم. تقسیم مقاومتی که توی امیتر Q1 داریم که همون یک بر GM1 هست. این تقریبا میتونیم بگیم منفی از RO1 RO3 در مقابل یک بر GM3 صرف نظر میکنیم. میشه چی؟ GM1. این میاد صورت اون تو مخرج GM1 تقسیم بر GM3. ترانزیستور یکسان باشن. GM ها گفتیم دیگه. GM میشه چی؟ ISC بر VT. درسته؟
جریاناشون که برابره، آیه سی یک هم مساوی آیه سی دو، جی ما برابره، پس وی ایکس تقسیم بره یه آیه یه آی دی دوم میشه منفی یک. سپر بولت های تا اینجا منفی یکه، به این خاطر از اینجا ما هیچ وقت نمیتونیم خروجی بگیریم، چون برای ولتاژی بهمونه، فقط معکوسش میکنه خروجی. حالا باید از وی ایکس تا حالا باید آی کیو 4 رو به دست بیاریم. آی کیو 4 تا وی اس با منفی آی کیو 4 همون جی ام وی پای دیگه، چون دارم جریان سیگنال کوچیک رو صحبت میکنم، همون چیه؟ جی ام وی پای هست، جی ام 4 وی پای. وی پایش چیه؟ این همون وی بیس میتر سیگنال کوچیکه دیگه. وی پای بیس امیتر سمال سیگنال بسه وی پایش بیس، همون بیس امیترش چیه؟ وی ایکس هم، بس این میشه منفی جی ام 4 وی ایکس. حالا از این دوتا آی کیو 4 به دست میاد، وی ایکس از اون بالا به دست میاد. وی ایکس میشه چی؟ وی آی دی دوم ضرب منفی یک دیگه، آی کیو 4 مساوی است با منفی جی ام 4 در منفی وی آی دی دوم که میشه چه همین دیگه. این شد آیه کیو 4. حالا باید آیه کیو 2 رو به دست بیاریم. آیه کیو 2. آیه کیو 2 میشه چی؟ همون جی ام ترانزیستور است، یه جی ام وی پای اینم باز. منفی جی ام وی پای دو وی پای 4 با آبی بنویسیم، این وی پای 2 برای اینکه شما همون وی بیس امیتر چی؟ small signal. خب میشه چی؟ وی بیس امیتر small signalش چیه؟ همون منفی وی آی دومه، وی بیس امیتر، پس میشه منفی جی ام دو در چی؟ منفی وی آی دی. در واقع این منفی از همونجا میاد، حالا پس این دوتا رو که به دست بیاریم، حالا آیه اوت کلی، آیه اوت میشه چی؟ آیه کیو 4 منهای در واقع مجموعشون میشه، حالا جمع این دوتا جریان دیگه، KCL آی کیو 4 به علاوه آی کیو 2. حالا شما قرار نیست اینجوری حساب کنی، من فقط برای مثال دارم حل میکنم، مفهوم میخوام مفهوم مدار رو
قشنگ متوجه بشی. شما با یه نیم مدار حل میکنید، تموم میشه میره. تا اگر ازت بپرسن چطوری به این نیم مدار کجا آوردی و چطوری به همچین نتیجه رسیدی، داریم اون رو اثبات میکنیم که من مدار کامل رو دارم حساب میکنم، دقیقا نتیجهش میشه همون نیم مداری که داشتیم. به این خاطر من دارم این روش رو میرم، حالا با کیویل کیسیلم یعنی سیگنال کوچیکم بعد این حل میکنم، همشون یکی میشن. میشه چی؟ منفیه جی ام دو وی آی دی دوم من ال آی من ها مثبت. اینجا احساس میکنم قاطی شده علامت ها، یکیشون برکسیم. بس اجازه بدید اینا باید جمع بشن. حالا اصلاحش میکنم. کجا علامت اشتباه گذاشتیم؟ منفی این که منفی یکه. اینم جریان. باید منفی باشه دیگه. این رو به پایینه. حالا درستش میکنم. حالا وقت متلف نشه. بنای جی ام چهار وی آی دی دوم و میشه چی؟ صافیست و منفیه. به پایین تر بنویسیم. آیه اوت صافیست و منفیه. ویه آیه ای دوم در جی ام دو به علاوه جی ام چهار. خب جی ام دو به علاوه جی ام چهار هم یکیه. جی ام دو مساویست با جی ام چهار، پس آی اوت مساوی است با منفی بی آی دی دوم در دو تا جی ام دو. این دو هم با اون دو میره. آی اوت مساوی است با منفی بی آی دی در چی جی ام دو. خب از اینجا بگیم بهره ولتاژ میشه چی یا وی اوت میشه چی؟ مساوی است با آر اوت ضرب در آی اوت دیگه. وی او مساوی است با منفی وی آی دی جی ام دو ضرب در آر اوت. آر او دو موازی آر او چهار. پس ویه اوت این آی دی رو بیاریم پایین، تقسیم بر ویه آی دی که همون بهره ولتاژمون میشه، بهره ولتاژ تفاضلی میشه. ای ویه دیفرنشیال میشه منفی جی ام دو آر او دو موازی آر او چهار. درست شد؟ این هم شد بره بولتر. حالا اون علامت رو درست میکنم، یه جایی اشتباه کردم. این بره بولتاج دیگه کجا بره بولتاج داشتیم؟ اینم همونه، اینم بره ولتاژ
اینا فعلا یکی شدن. یک، اینا دو، حالا بریم سیگنال کوچیکش هم حل کنیم ببینیم اونم یکی میشه یا نه. چقدر وقت داریم؟ 70 دقیقه. 20 دقیقه وقت داریم. مود حالت مشترکم یادمون نره. خب مدل سیگنال کوچیکش رو رست کنم. شما نبینیم چی؟ روش سیگنال کوچک. از بیس کیو یک شروع میکنم، این که مثبت منفیه، یه آی دی دومه، اینم زمینه، یه صورت رو زیاد کنم وقت نداریم، مثبت منفیه، یه پای یک، آر پای یک، امیترش تفاضلی زمینه، یه جی ام داریم، GM1 VY1، از این کالکتر Q1 اتصال دیودی داشتیم، مقاومت معادلش رو میذارم 1/GM3، به بیس امیترش هم همون VY3 هست. بعد بیام این سمت هم خودو دارم پایین تر جا نیست، بیس این یکی هم شروع کنم، مثبت منفیه، بی آی دی دوم، آر پای دو، مثبت این منفیش جا نمون، آر پای دو، مثبت منفیه، ویه پای دو. ما به جریان داریم، امیترش زمینه، جی ام دو، وی پای دو. بالا هم بازی من به جریان داریم. اسمش چیه؟ جی ام چهار، وی پای چهار. یه اوت، دوتا مقاومت خروجی داریم اینجا، آر او چهار، اینم آر او دو. این مدل سیگنال کوچیک. خب یه اوت رو میام حساب میکنم، ولتاژ خروجی میشه چی؟ الان گفتیم ولتاژ خروجی میشه مجموع این دو تا جریان ضرب در مقاومت خروجی ها، منتها چون جهتشون معکوسه علامت منفی میگیره، منفیه، جی ام دو، وی پای دو. هیچه راحت تر از کیویل کیسی و سیگنال کوچیک به دست نمیاد. جی ام چهار، وی پای چهار، در چی؟ آر او دو، موازی آر او چهار، این دو موازی این دوتا مقاومت. وی پای، حالا وی پای دو چیه؟ وی پای دو دقیقا منفی وی آی دی دومه دیگه. اینجا رو بنویسم، این دقیقا منفی وی آی دی دوم هست. وی پای چار چیه؟ وی پای چار همون وی پای سه، بیس امیترشون یکیه دیگه، عین جریانه. نشونتون بدم، اینه وی بیس میترین با وی بیس میترین دقیقا یکیه، وی پای سک همون وی پای چار،
اینم پس وی پای سه هست. وی پای سه برابر چیه حالا؟ وی پای سه این جریان ضرب در این مقاومت دیگه با علامت منفی. منفیه. جی ام یک. وی پای یک ضرب در چی؟ یک بر جی ام سه که مساوی است با. وی پای یک برابر چیه؟ اینم اینجا بنویسم. خب وی پای یک هم اینه دیگه، دقیقا وی آی دی دوم. وی آی دی دوم. پس این میشه چی؟ منفیه. جی ام یک بر جی ام سه وی آی دی دوم. خب حل شد تقریبا. یه چیز مجهولی نداریم. بیایم سادهش کنیم. یه اوت مساوی است با منفیه. جی ام دو در منفیه وی آی دی دوم به علاوه جی ام چار در وی پای چار هم که شد این مقدار در منفی جی ام یک جی ام سه وی آی دی دوم. درسته؟ وی آی دی دوم. خیلی خوب، این که گفتیم جی ام یک جی ام سه، این که یکه، جی ام ها برابر، این که یک. از یه وی آی دی فاکتور بگیریم بیاریم تو مخرج. یه اوت تقسیم بره وی آی دی میشه ورودی تفاضلی ساوی است با باز. چرا یه علامت منفی کم آوردیم؟ ضربه باید منفی باشه. این منفی در این منفی از ضرب شه میشه مثبت دیگه. میشه این از وی آی دی هم فاکتور گرفتیم. جی ام دو اصلاح میکنم ببینم چرا اینجوری شد. جی ام دو دوم به علاوه این مقاومت خروجیش رو جا گذاشتم. آره او دو موازی آره او چهار. جی ام چهار دوم در آره او ده. و چون جی ام چهار اینم بگیم که جی ام دو مساویه چیه جی ام چهار، این میشه یه دونه جی ام. جی ام دو ما میگیم جی ام دو. پس ای وی ساوی است با جی ام دو در آر اوت. میخوام با اون قبلی ها مقایسش کنم. بذار کامل بنویسم. ای بی ساوی است با جی ام دو آر او دو موازی آر او چهار. میبینید که بهره ولتاژ دوباره همون چیزی که شد ما به دست آورد. رابطه سه رابطه دو با رابطه یک دقیقا یکی شده. پس هر سه رابطه یک و دو و سه یکی هستن. این هم از سوالی ندارید؟ اینجا منفیه. خب بذار اون نکات هم بنویسیم.
پس این نقطه اینجا اضافه کنم. اگر از آین جریان به عنوان بار فعال استفاده کنیم، خروجی همیشه اکثر است. آها، بریم حالا چیز مدار معادل چیزشو حل نکردیم، حالت مشترک مدار معادل حالت مشترک و بهره حالت مشترک. مدار اصلیمون چی بود؟ اینه. ببینید تو مدل حالت مشترک، چون ورودی همون دقیقا مشترکن، هر دوشون یکیان، شما مدار رو تا میکنی مثل یه کاغذی که از وسط تا میکنه، دقیقا میفتن رو هم، دقیقا میفتن رو هم. در واقع نیم مدار نیست، یه جوری مدار تا شده است، چون ورودی همون یکسانن، مدار رو تا میکنیم روی هم دیگه. مدار رو اگر تا کنیم روی هم دیگه چطوری بنویسم؟ بلش کن، قبلا توضیح دادم. مدار اگر تا کنیم روی هم دیگه، این همون آینه چیز اتصال دیودیه، ترانزیستور، این ترانزیستور ورودی و یه مقاومتی که توی امیتر میبینیم. ویه آی حالت مشترک همون، پس مدار رو هم تا کنیم، این میشه کیو یک به علاوه کیو دو، این میشه چی؟ کیو سه به علاوه کیو چهار. دوتا ترانزیستور میفتن رو هم دیگه، دوتا جریان باید عبور کنه دیگه، این گره، این ولتاژش ثابت باشه. مقاومتی که از منبع میبینیم چیه؟ چون امیتر دیگه زمین نیست، تفاضلی، چون تفاضلی نیست، اینجا دیگه زمین مجازی نیست، اثر مقاومتی این رو در نظر میگیریم. از اینجا چه مقاومتی میبینیم؟ بتا آر او دوم. بتا آر او دوم. این مقاومت، مقاومت منبع آیه ای. حالا بهتره به این صورت بنویسیم. بهتر است. چون دو تا ترانزیستور رو هم افتادن، جالب نیست. برای اینکه یکیش کنیم، باید یک کاری کنیم ولتاژ این گره ثابت بمونه. برای اینکه ولتاژ این گره ثابت شه، در صورتی که ترانزیستور رو نصف کنیم، مجدد رسم کنم. این در واقع بشه مثلا Q4 خودش. این هم یک کیو دو باشه یا کیو یک، فرق نمی کنه. این باید دو برابر شه، چون الان نصف جریان داره ازش عبور می کنه. دو تا بتا آر او دو بو. این هم که ورودی یه آی کام، ما از این استفاده می کنیم. پس یادتون نره، هم امیترمون زمین مجازی نیست و هم مقاومت ناشی از منبع رو چیکار میکنید؟ دو برابر میکنید و مدار رو تا میکنید. وقتی تاش کنیم دیگه این منبع، این اتصال دیودیه میمونه، ولی تو نصف مدار تفاضل نیازی نه. خب بهره ولتاژ میشه چی؟ بهره ولتاژ حالت مشترک. مدار امیتر مشترکه، علامت منفی ده. این هم خوب خروجیه، همون بیه او بیه او رفتن رو هم بیه او بیه او. نمیخواد بنویسیم، میدونید دیگه. خب مقاومتی که توی کالکتر داریم چیه؟ یا
یه مقاومتی از Q4 میبینیم، یک بر GM4 هست موازیه. مقاومتی که از Q2 میبینیم چیه؟ تقریبا GM2 RO2 ضرب در مقاومتی که توی امیتر هست، اینم بتا RO هست، تقسیم مقاومتی که از امیتر Q2 میبینیم بتا RO به علاوه یک بر GM2. اینه بهره حالت مشتری، بهره وولتاژ حالت مشتری. میبینید چون از این منبع جریان با مقاومت خیلی بزرگ استفاده کردیم و اثر اون مقاومت اومده تو مخرج، خیلی بهره وولتاژ حالت مشترک کوچیک شده. خب چیز خوبیه، نویز حالت مشترک تقویت نمیشه. اینم از این. کمی هم درباره 5 دقیقه 10 دقیقه مونده، بعدش دیگه تموم میشه. پس تا چهارشنبه سعی کنید تمرینا رو بفرستید دیگه، چون من میخوام حل کنم که شما برای امتحان آمادگی داشته باشید. بذار چهارشنبه تمرینا رو حل کنیم. بله. آره دیگه سعی کنید تحویل بدید که از دست جان نمید. خب یه مقداری درباره این نکته صحبت کنیم که بذار من شکل رو بکشم، مجدد شکل رو بکشیم. در واقع همون مداری که در بارش توضیح دادیم، آینه جریان از خود داشته باشیم. اینم کسکود باشه، اینم با یه مقاومت بیاد زمین. اینم معذرت میخوام، این میخوام تفاضلی بکشم، در واقع بگم که تقویت کننده تفاضلی کسکود. این هم به یه ولتاژ بایاس وصل باشه، اینا هم میشن ورودی هم. روی I2 این هم بگیم روی I1 این هم خب به یه منبع جریان، حالا مهم نیست چه منبع جریانی بسته، این من جریانی بست آیه ای ای. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 و Q8 مثلا بگیم. این هم یه اوت این هم ساختاری در واقع تقویت کننده تفاضلیه که کسکوده. خب برای ولتاژش هم راحت دیگه، AV مساوی است نصف مدارش که رسم کنید. بذار بکشم دیگه نصف مدار،
نصف مدار الفاضلی. باز بالا این که زمین باشه، چون به جای اینا اصلا اثر مقاومتی این بالا رو بذارید. حالا بذار بریم جلو. زمین میشه. اینم یه ورودی داریم. یه این. اینم زمینه. اینم که قبلا گفتیم. یک بر جی ام هفت. یک بر چی؟ جی ام پنج. وی او. خب مقاومتی که از اینجا می دیدیم همون بتا آر او دوم بود. مقاومتی که از اینجا می بینیم جی ام آر او به توان دو. بر ولتاژ میشه چی؟ ای وی منفی جی ام یک. یعنی یک زد در آر آوت تا میشه. اینم آر آوت هم میشه موازی این دوتا. اینم از تفاضلیش. حالا بخوایم اینو مثلا دو طبقه کنیم. بخوایم اینو دو طبقه کنیم. اولا ولتاژ دی سی اینجا معلوم نیست چنده. حالا ما میگیم مینیموم این گفتیم دو دهم. این گفتیم چقدر؟ چون اینجا وی سی سی منهای دو تا وی بیس امیتر هست، اینجا میشه وی سی سی منهای وی بیس امیتر، یه دونه وی بیس امیتر. پس دو سر اینم یه هشتاهم میفته. اینم دو دهمه. اینم دو دهم. اینم مالا یه ولتاژی داره هرچی هست، اسمش رو میذاریم وی ای ای. وی او دی سی مون حداقلش چقدر میتونه باشه؟ ماکسیموم حداقل، ماکسیموم مینیموم وی او دی سی. این تا کجا میتونه بره بالا؟ تا وی سی سی منهای دو دهمه، منهای هشت دهم. مثلا وی سی سی مثلا پنج ولت باشه، مثلا میگم پنج ولت باشه، این میشه چقدر؟ چهار ولت. پس این تا چهار ولت میتونه بره بالا. تا کجا میتونه بیاد پایین؟ این اگر فرض کنیم یه ولت باشه، اگر از مثلا از این استفاده کنیم، این یه ولت میخواد دیگه. پس اینم میشه ویه ای ای به علاوه ویه کالکتر امیتر یک به علاوه وی کالکتر امیتر دو، تقریبا بگیم مثلا میشه یک و نیم ولت. ویو دی سی چقدر باشه حالا؟ وسط این هر چقدر هست دیگه؟ میتونیم بگیم چهار منهای یک و نیم. چهار منهای یک و نیم تقسیم بر دو به علاوه یک کنیم. اشتباه نکنم. این میشه دو و نیم تقسیم یک و بیست و پنج. دو و هفتاد و پنج صدم. دو هفتاد و پنج صدم. این چقدر میره بالا؟ سوینگ رو پس همیشه تو شکل حساب میکنیم. یک و بیست و پنج صدم ولت. و
یک و بیس پنج صدوم هم میاد پایین، یک و سی پنج صدوم ولت هم میاد پایین وسط باشه. پس وی او دی سی شد 2.75 صدوم برای دو طبقه کردن، برای دو طبقه کردن این مدار نمیتوان وی او دی سی مساوی 2.75 صدوم ولت را به طبقه دوم وصل کرد. دوم وصل کرد. اون ولتاژ زیادی است. وی او دی سی خیلی بزرگتر است از وی بیس میتونه. اون طبقه دوم اون قرار نیست کسکود باشه. دیگه نیازی نداریم. میخواییم سوینگ بیشتر بگیریم برای گرفتن سوینگ ولتاژ بیشتر. طبقه دوم نباید کسکود باشد. خب این فرض کنید طبقه اول وی او دی سی طبقه دوم رو شما نمیتونی مستقیم بیاری مثلا به یه امیتر مشترک بس کنی. چرا؟ چون این وی بیس امیتر 7/8 میخواد. شما اومدی 5 منهای 2.75 صدم بس کردی دیگه. این خیلی زیاد. به این خاطر میان مثلا از لول شیفتر استفاده میکنن. یعنی یه طبقه لول شیفتر میذاریم. یه منبع جریان اینجا داره. ای بابا دستم دیگه خسته شد. من به جریان اینجا داره که بتونه اون 2.75 صدومو تعامل کنه. اینجا هم حالا یه مقاومت یا هرچی خروج بعد به اندازه یه وی بیس میتر ولتاژ برامون تغییر داده، بعد میدیمش به یه تقویت کننده که میخوایم. مثلا فرض کنیم تقویت کننده خروجیتون باشه. این هم وی بیس. این وی او کلی، وی او این حالا 2/10، این هم 2/10. خوبه دیگه. یه سوینگ وی او دی سی هم تقارنه میشه چی؟ 5/2. پس این چیه؟ لول شیفته. ولتاژ دی سی رو برامون شیفت داد. نه اسمش رو بذاریم وی ایکس. وی ایکس و میگیم وی ایکس مساوی است با وی او دی سی یک به علاوه چی؟ 7/10 به علاوه وی بیس امیتر. اینو اسمش رو بذارم کیو مثلا پی و علاوی بیس امیتر کیو پی که مثلا میشه 2.75 ولت و علاوه 8/10 و علاوه 7/75 که روند شد. 7/75 میشه چی؟ 3.5 ولت. منتها این 2.75 نیاز نبود اصلا، چون طبقه اولمون الان دیگه خروجی نیست که بخوایم سوینگ ماکسیموم بده. مهم نیست اصلا 2.75 شما میتونید، چون هنوز 3.5 هم زیاده دیگه برای بیس میتری،
پنجم نیسته بونیم یک و نیم ولته. این میتونید چون طبقه اول سوینگ نیاز نیست، طبقه اول سوینگش مهم نیست، خروجی ما طبقه آخر دیگه 275 میتواند بیشتر طراحی شود. مثلا میتونی ببریش دیگه، حالا ببریش رو 3.5 اونجا باش کار کنی 3.5.